به نام خالق هستی بخش، آرامش سهم دلهایی هست که نگاهشان به نگاه خداوند بسته است. سلام، سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان بیننده، شما هموطنان خوبم. آرزومند بهترین لحظات هستیم برای همه شما عزیزان و خوشبختی یک یک شما را از خدای بزرگ آرزو میکنم و شکرگزار عزیز هستیم که باز هم امروز همراه شما عزیزان یک جای در برنامه روشنا هستیم و آرزو دارم که تا آخرین لحظات مثل همیشه ما را همراهی کنین. شما عزیزانی که همیشه توکلتان به خداوند هست، چه در سختی ها و چه در خوبی ها و خوشی ها، همراه ما باشین با برنامه روشنا از شبکه جانی هادی بخش فارسی دری. و همچنین از سال میخواییم که همیشه یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین و بیننده برنامه خودتان باشین و میتونین همچنان با ما در ارتباط باشین. از همین شروع برنامه نمبر واتساپی را همکاران عزیز ما زیرنویس میکنن براتون و برنامه زنده و لایف هست، با ما در ارتباط باشین. خانم دکتر رضایی عزیز هم کارشناس امروز برنامه ما هستن، سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. سلام خانم رضایی، خوش آمدین و به برنامه روشنا. به نام آن که هستی، نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. من عرض سلام دارم محضر شما همکار عزیز و عجبند و همینطور همه بینندگان محترمی برنامه و آرزومندی هستم که انشاءالله در این دقایق و لحظات و ساعت در کمال سلامت، هم سلامت جسم و هم سلامت روح روان باشن و آرامش هدیه‌ای باشد از سوی خدای سبحان برای قلب‌ها و برای ذهن‌های همه ما. انشاءالله خدا توفیق این رو بده که تا می توانیم، تا زنده ایم و تا زندگی می کنیم، تلاش کنیم برای که بدانیم، هر چقدر بیشتر بدانیم و هر چقدر بیشتر برای آگاهی های ما افزایش پیدا کنه، قطعا ارزش ما بیشتر خواهد بود. و بعد از خدا بخواهیم که آنچه را که می دانیم توفیق بده که به او عمل بکنیم، انشاءالله که خدای نکرده آگاهی ها و دانش های ما وبال یا سربار ما نباشه، بلکه انشاءالله یاور و همراه ما در مسیر زندگی باشه که با استفاده از اونها بتونیم انشاءالله مسیر راحت تری رو طی بکنیم و به سرمنزل مقصود و کمال انسانیت برسیم انشاءالله. الهی آمین. بله، سپاسگزار هستیم از خانم رضایی عزیز و همه شما عزیزان بیننده. و اما مطمئن هستم که در انتظار عزیز هستین که ببینیم ما امروز صحبت و گفتگویی با شما عزیزان داریم. همه قسم که همه شما عزیزان میفهمند که تعلیم و تربیت در جامعه امروز ما بسیار اهمیت داره و به خصوص جزء ارزش‌های زندگی ما هستند. و ارزش در زندگی ما و چیزهایی که ارزشمند هست و ای که خوب و بد زندگی ما را جدا میکنه و تفکیک میکنه، اونها هم در زندگی ما بسیار اهمیت داره و یک انگیزه درونی برای ما ایجاد میکنه که ما چه باید بکنیم در زندگی، چه قسم فعالیت کنیم، چه قسم حرکت کنیم و چه قسم تفکر کنیم. در حقیقت ارزش در زندگی ما قسمی است و یا به نحوی هست که متوجه از این میکنه که ما کی هستیم، ما و شما چه کسی هستیم، شخصیت ما چگونه هست و ما چه فعالیت هایی داریم و چه تفکر هایی داریم. همه قسم که این دنیا و زندگی و نعمت های دنیا و زندگی مثل یک هدیه است و مثل یک امانت در دست ما هست که باید او را انتقال بدیم به فرزندان ما. انتقال ارزش ها به فرزندان هم بسیار اهمیت دارم. پس باید آموزش ارزش ها در تربیت فرزندان را متوجه باشیم. پس امروز موضوع برنامه ما همین هست و حتما بیننده برنامه باشین تا آخرین لحظات. خانم رضایی عزیز، موضوع ارزش ها، خب یه تعریفی از این داشته باشیم برای عزیزان بیننده، مفهومی که میگیم که ارزش ها در آموزش، ارزش ها در تربیت کودکان، این ارزش ها مفهومش چی هست؟ بله، تشکر از شما. خب همونطور که مطرح کردید، ما انشالله از این به بعد حالا در طی جلسات آینده قصد ما همیست که همونطور که شما اشاره کردید بر اساس ای که هدف ما و انگیزه ما ایست که انشاءالله آنچه که در این برنامه ها اتفاق میفته و صحبت ها و گفتگوهایی که میشه مفید فایده باشه و عزیزان و بینندگان ما بتوانند از اینها کمال استفاده را ببرند و نکته اصلی است که در زندگی کاربرد داشته باشه، بتوانند از اون استفاده کنند. آنچه که هدف ما ایست که بحث‌های تربیتی رو ارائه بدیم که به خصوص همه افراد جامعه نیازمند او هستند و ما تا لحظه‌ای که زندگی می‌کنیم در حال تربیت یافتن و رشد کردن هستیم. حالا به صورت خاص والدین و کسانی که اهمیت داره برای اونها رشد و تربیت اطرافیانشان.
نکته رو مطرح کردید یا موضوع کلی که ما انشالله در برنامه ها در این برنامه و در برنامه های آتی انشالله قصد داریم که او بپردازیم، ارزش ها در تربیت، یعنی به عبارتی ما چه کنیم همونطور که شما گفتید. بله. که اولا که حالا انشالله میپردازیم مثلا ارزش چی هست. بله. و چه قسم و به چه شکلی میبایست این ارزش ها رو و کدام ارزش ها رو انتقال و چه ارزش هایی رو انشالله در تربیت و فرزندان رو انتقال میدیم. خب حالا خب فرزندان ما میاییم رو اختصاصی تر میکنیم کودکان. کودکان بله بیشتر تربیت حالا کودکان. تربیت کودکان. بله. خب ببینید اول لازم هست که اگرچه من انشالله دست از بینندگان عزیزی که ادامه دار دارن این برنامه ها رو به صورت پی در پی نگاه میکنن میدونن که ما در مباحث قبلی بحث تربیت رو داشتیم، ولی خب یک بار دیگه من احساس میکنم لازم هست که بگیم مقصود ما از تربیت چیست. تربیت یک واژه عربی است که عزیزان ما میدونن که معانی تقریبا چندین معنا و به عبارتی معادل برای تربیت مطرح شده، منتها قسمی که ما در این برنامه به دنبال او هستیم تربیت رو اگر ساده بخوایم برای عزیزان ما که باز تاکید میکنم کاربردی باشه بدانیم مقصود. بله، بله. چیست؟ تربیت یعنی جهت دادن استعدادهای ذاتی یک فرد به سمت توسعه، به سمت رشد و به سمت کمال. بله. که این توسعه و رشد و کمال هم برای خود او و هم برای دیگران و برای افراد و در برای رشد جامعه مفید باشه. یعنی جهت دادن استعدادهای ذاتی یک فرد به سمت به اصطلاح صلاح یا استفاده بیشتر خود او و همینطور جامعه. خب جهت دادن هدفمند بودن. بله هدف استعدادهای ذاتی او. خب حالا ببینید وقتی که میگیم که ما میخواهیم که ارزش ها رو، ارزش های تربیتی رو یا چه چیزهایی در به عبارتی تربیت دینی ما ارزش محسوب میشه که بعد بفرمایید شما تلاش کنیم که این ارزش ها رو انتقال بدیم، این ارزش ها رو ایجاد کنیم، یا اگر کسی در وجود او در کودک ما ارزش ها هست اونها رو تقویت بکنیم، افزایش بدیم و که چه کی فرزند ما که کودک ما با وجود ارزش ها انشالله تربیت بشه، رشد پیدا کنه و خود او بانی باشه برای انتقال اوی ارزش ها و ای به عبارتی ویژگی ها و خصایص مثبت به دیگران. خب ارزش چیست؟ نکته اول این که الان ما در بحث های تربیتی تخصصی میگیم ارزش یک ساز است. یعنی به اصطلاح میشود گفت یک مفهوم ذهنی است. خوب. شما ببینید وقتی که مثلا یک مفهومی رو، یک واژه‌ای رو استفاده میکنید میگید فلان چیز ارزش است، مثلا صداقت ارزشه، راستگویی ارزشه. خب این صداقت ندیده میشه، نه لمس میشه. آها. نه قابل به اصطلاح مثلا ایش که بور به تصویر بکشی، ولی همه ما بدون استثناء، همه ذات بشر، هر انسانی در همین لحظه و در گذشته های دور از ابتدای بشریت تا کنون اینو میدونه که راستگویی. بله. صداقت داشتن چه در گفتار چه در رفتار چه در اعمال کاملا پسندیده و خوب است. بله. پس بنابراین ارزش ها مفاهیم کلی هستند که انتزاعی ان سازن ذهنی هستند. این ارزش ها به مرور در وجود افراد ایجاد می شود متا پای دارن، یعنی به آهستگی به مرور ایجاد میشه، ولی به راحتی از بین نخواهد رفت. خب ببینید وقتی که میگیم ارزش، حالا مثلا من صداقت مثال زدم برای شما، آیا صداقت وقتی که میگیم به عنوان یک ارزش بعدم میگیم که یک ارزش انسانی است، یعنی در همه انسان ها اینو میپذیرن، سوال آیا ذاتا همه ما در ابتدا صادق هستیم؟ خب ببینید دست ای که آیا مثلا ما میگیم که سرشت انسانی در مباحث تربیتی خصوصا در بحث شخصیتی مثلا نگرش ها و نظریه های مختلفی است که آیا انسان ذاتاً موجودی شرور است یا موجودی یا موجوده مثلا به اصطلاح خیرخواه است. ببینید وقتی ما در مورد ارزش ها میگیم چون آموزش یعنی نه به مرور زمان ایجاد میشن پس اکتسابی هن. خب ولی اینکه آیا صداقت رو ببینید همه ما یعنی هر انسانی در هر جای کره زمین صداقت رو به عنوان ارزش میپذیره؟ بله. به همین خاطر میگه ارزش های انسانی. بله. حالا کودک به دنیا اومده، کودک من مثلا یک ساله و دو ساله شده شروع کرده به سخن گفتن، آیا این ارزش در وجود او سرشتی و ذاتی است؟ یعنی اساسا همه ما راستگو هستیم، ذاتا راستگوییم و بعد دروغگو میشویم؟ حالا یه بحث فلسفی یا بحث بیشتر تربیتی است، یعنی با نگاه تربیتی داریم به قضیه نگاه میکنیم که وقتی که میگیم ارزش های تربیتی صداقت رو به عنوان ارزش مطرح میکنیم، خب میخوایم بگیم که چگونه میتوان یا چگونه باید یا به چه شکلی من ارزشی تحت عنوان صداقت رو به طفل خودم یاد بدم. آها. که فرزندم، کودکم، دختر یا پسرم راست بگوید. بله بله. و
وقتی و بعد یکم به قول منو پیشرفته تر از او و گام بعدی او خانم حضوری است که راستگویی را دوست بدارد که بعد حالا میگیم راست صداقت ارزشه، حالا بعد در مرحله بعدی نگرش او نسبت به ارزش ها هم مثبت باشه. خب ببینید صداقت یک ارزشه، بله همه قبول دارن، ولی خیلی متاسفانه مسئله اینجاست که خیلی از ماها یک چیزی رو به گفتار خودمان ارزش میدانیم، میگیم بله فلان چیز خوب است چون ارزش ها، ولی عمل در وجود نداره. احسن. نکته بعدی در ارزش ها است که ارزیابانه است، یعنی یه قضاوتی بله. پشت ارزش ها هست، اونم است که خوب است یا مثلا فلان چیز بد است. مثلا ببینید وقتی میگیم صداقت خوب است، یعنی صداقت یک ارزشه، بله، یک مفهوم انتزاعی است که به مرور زمان ایجاد میشه، به راحتی از بین نمیره و نگاه و روی کرده ما نسبت به او چیه؟ ارزیابانه است، یعنی با قضاوت میگیم که صداقت خوب است، بله. ولی ضد صداقت که میشه و ضد ارزش میشه چی؟ دروغگویی بد است. دوست. مهربانی خوب است، از اون قساوت و سنگدلی بد است. ادب خوب است، از اون طرف مقابل او ضد ارزش میشه بی ادبی بد است. پس ببینید اگر که حالا به طور کلی جمع‌بندی کنیم، به اصطلاح ساده‌تر بگیم که خوبها و بدها میشه مفاهیم کلی نه جزئی. نکته مهمش اینه که ارزش‌ها مفاهیم کلی هستند که مطلوبن، بله. و هدف و غرض ما در تربیت ایست که این مفاهیم کلی و خوب رو تلاش بکنیم که انشالله در افراد ایجاد بکنیم. و چه موضوع زیبا و با اهمیتی هست که انشالله بتونیم ما اینو در جمع خانواده اجرا کنیم و در تربیت کودکان خود ما حتما اینها را ضروری بدانیم و آگاهی های لازم اول خود ما پیدا کنیم. بعد از یک وقفه همچنان همراه ما باشیم. ما باشین با برنامه روشنا و موضوعی که با خانم دکتر رضایی عزیز پیش میبریم و قابل توجه همه شما والدین عزیز و آگاه که میخواین که آگاهی مند زندگی خودتان را پیش ببرین و بسیار آرزومندی هستم که ما و شما که مادران و پدران عزیز در جمع خانواده هستیم بتانیم فرزندانی را تربیت کنیم که به هر حال فرزندانی باشند که زندگیشان سر تا سر پر از موفقیت باشه و پر از پیروزی ها باشه و این آرزوی همه شما والدین عزیز هست. پس انشالله که بتانیم با دانستن این موضوعاتی که خانم دکتر رضایی عزیز امروز بیان میکنه ما هم موفق باشیم در تربیت صحیح کودکانمان و انتقال ارزش ها به کودکان ما. و خانم رضایی چرایی وجود داره؟ چرا ما باید این ارزش ها را تقویت کنیم و به کودکان خود ما منتقل بتیم؟ این دلیلش چی هست؟ خب دقیقاً برام اساس این تربیت رو تعریف کردم خدمت شما. وقتی که ما میگیم تربیت یعنی جهت دادن استعدادهای ذاتی فرد به سمت در مسیری که هم به نفع خود او باشه و هم به نفع جامعه، و از طرفی ما داریم میگیم ارزش ها ساختارهای کلی خوب و بد، یعنی به عبارت بد که حالا نه، مفاهیم کلی خوبی هستند که همه ما در تلاش برای ایجاد اونها هستیم، پس طبیعتاً جزء تربیت محسوب میشه. یعنی توسعه ارزش ها، ایجاد ارزش ها و تقویت ارزش ها قسمتی از تربیت است. یعنی اساسا وقتی شما میگید جهت دادن استعدادهای ذاتی فرد به سمت فایده و استفاده خود او و جامعه، طبیعتا باید در مسیر جهتی از اینها استفاده بکنه. یعنی قسمت اعظمی از تربیت یعنی تولید ارزش ها، تقویت ارزش ها و ایجاد ارزش ها. چرا؟ حالا ببینید مثلا به عنوان مثال کودک من میخوام اون رو تربیت کنم، حالا یک استعداد درونی داره، استعداد درونی او که زیباست، خوش کلامه، خوش صحبته، خوب صحبت میکنه، بله. خب این خوب صحبت کردن ببینید خانم زوری
این خوب صحبت کردن یک استعداد ذاتی است، ولی صحبت خوب کردن یعنی استفاده از واژه‌های مثلا درستن. زیبا و یا استفاده درست از کلمات بلد. درست صحبت کردن جملات رو. خب ببینید وقتی که میگم ارزش، نکته مهم است که وقتی طفل می استعداد ذاتی رو داره، حالا که خوب صحبت میکنه، من به او در قالبی صحبت کردن چگونه از این استعداد ذاتی رو استفاده بکنم. ارزشی داریم تحت عنوان احترام. بله. من این ارزش رو در خوب صحبت کردن و در او ادغام میکنم و به کودک خودم یاد میدم که در قالب احترام گذاشتن بهترین واژه ها رو برای استفاده کردن، برای صحبت کردن با دیگران استفاده بکنم. ارزشی داریم تحت عنوان ادب. موقعی گفت فرزندم که خوب صحبت میکنه، سلیس صحبت میکنه، روان صحبت میکنه، خیلی راحت میتونه از کلمه ها و واژه ها استفاده بکنه، من از ارزش ادب، ادب در گفتار استفاده میکنم به عنوان یک مادر. بله. به این انتقال میدم به فرزندم که فرزندم که حالا راحت میتونه صحبت کنه، راحت درست. میتونه رابطه برقرار کنه، موقعی گفتگو کردن با طرف مقابل از کلمات و واژه های استفاده بکنه آه. که ادب او رو به طرف مقابل انتقال بده و این هم باعث بشه که خود فرزندم به اصطلاح به نحوی میشود گفت مورد تایید و پذیرش دیگران قرار بگیره و هم دیگری که داره با فرزندم گفتگو میکنه نهایت استفاده رو ببره. خب رضای اگر اون استعداد در وجود او نباشه، یعنی ما نباید این کار انجام بدیم؟ چرا؟ ببینید من منظورم از تربیت اصل تربیتی است. حالا نکته اینجاست که ببینید حالا ما در بحث هوش هم مطرح میکنیم در روانشناسی، نکته مهمی اینه که خانم ظهوری هم بر اساس آنچه که ما در اعتقاد ما نسبت به عدالت و حکمت حضرت حق داریم، هم نسبت به حتی در نظریه‌های جدیدی که مثلا نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر اعتقاد داره که هر فرد سالمی، حالا ما افرادی که خدای نکرده مشکل هوشی دارن نه، ولی هر فرد سالمی طبیعتاً حداقل یک بهره هوشی نسبت به بقیه بهتر داره. لذا حالا چه بر اساس آن که ما اعتقاد داریم که خداوند حکیم، پس بنابراین اعتقاد این از لحاظ اعتقادی ما است که هر فرزندی، هر موجود زندگی، هر انسانی قطعاً یک استعداد و توانایی حداقل یکی که شو ممکنه ترکیبی از مجموعه از استعدادها و توانمندی‌ها باشه، و هم بر اساس آن چیزی که ما در روانشناسی در مطرح می‌کنیم که خب حالا نظریه گاردنر یا حتی نظریه دیگه است که هر آدمی بالاخره در یک ویژگی ممکنه بهتر باشه. این ویژگیش رو پیدا بکنیم یکی. ولی خب آره آمدیم بفرمید شما مثلا به عنوان مثال صداقت رو یا مثلا مهربانی رو که به عنوان یک ارزش مطرح میکنیم، خب آیا لازم هست که اگر مثلا فرض بگیرید من کودکی داشتم که از هم دوران کودکی در دوره نوزادی خلق سخت داشت، بله. بسیار ناآرام، بسیار مثلا چی، خب بعد به این نتیجه میرسیم کسی بد اخلاقه، این دیگه نمیشود، این مهربانی دیگه به این آموزش داده نمیشه. نه، ما همچی فرضی نداریم. یادتان هست که ما در تعریف ارزش ها گفتم که به مرور زمان اکتسابی، یعنی باید یاد گرفته باشن اما به مرور زمان، ولی اگر انتقال پیدا کرد دیگه به سادگی از بین نخواهد رفت، یعنی پایداری نسبتا زیادی دارن ارزش ها. به خاطر چی؟ به خاطری که تبدیل میشن به قسمتی از اندیشه و تفکر ما. وقتی ما به صداقت باور داشته باشم، به عنوان یک ارزش صداقت رو بپذیرم، بگیم راستگویی خوب است، بله. همون قضاوت ارزش یابانه ما است، بنابراین باعث می شود که پس حالا که راستگویی خوب است از آدم راستگو دفاع کنم، از صداقت و راستی دفاع بکنم. و اگر لازم باشه حتی گاهی وقتا اگر ببینم که صداقت در خطر است، راستی و راستگویی در خطر است، حتی خودم به عنوان به عبارتی مدافع صداقت، حتی در جایگاهی میرسیم که فدایی صداقت و راستگویی و ارزش‌های انسانی قرار بدم و از اونها دفاع کنم که اونها ثابت و جاودان بمانن و به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کنن. از همه مهمتری که خود والدین هم صداقت داشته باشن، بله، و این قطعا. صداقت به صورت یک الگوی عملی به فرزندان نشان بدن، بله، بله. در درجه اول همین اهمیت داره، بله. و بسیاری از والدین وقتی که موضوع تعلیم و تربیت هم میشنون فقط صرف شاید فکر میکنن که خود حالا ما یک سری امورات زندگی را آموزش میتیم، بقیشمون مکتب میره دیگه یاد میگیره، ولی یکی شما دارین میگین که انتقال ارزش ها خودش یک نوع تربیت و تعلیم هست، اصلا قسمت اعظمی از تربیت و یک مسئولیت مهم پدر و مادر هست، دیگه در این قسمت واقعا نقش والدین ما احساس میکنیم که بسیار اهمیت داره، اصلا جایگاه اولیه، حتی میشود گفت آموزشگاه اولیه و مکتب اولیه و مدرسه اولیه خانواده است، یعنی ما حتی بر اساس تقریبا میشود به گفت شاید اعتراف اغراق نباشه بگیم که حتی در نظریه های روانشناسی تاکید بر این است که بنیاد شخصیت یک فرد اساساً در خانواده او شکل میگیره و در دوران کودکی او. لذا تاکید بر این است که اگر تربیت اولیت ما در روایات دینی هم داریم، در 7 سال اول خصایص، خصوصیت ها، ویژگی ها و ارزش های انسانی، ارزش های اخلاقی، ارزش های دینی و اعتقادی چنانچه در دوره کودکی پایه و زمینه اونها، بنیاد اول اینها در خانواده گذاشته بشه، خب طبیعتاً
وقتی بنیاد مستحکم شد، ساختمانی که روی پایه‌ها بنا میشه، پاک ساختمان انشالله محکم میخواد. حالا زمانی وقتی که والدین ارزش‌هایی نداشته باشن، مثلا همین موضوعی که شما بیان کردین، خب خود والدین صادق نیستن، خود والدین مهربانی ندارن، خود والدین بسیاری از ارزش‌های زندگی خودشون نمیفهمن چی هست، آیا میتونن چیز رو انتقال بدن به فرزندان؟ یعنی من فکر میکنم در درجه اول خود والدین باید بشینن برای خودشان یک ارزش‌هایی رو مشخص کنن. بگویند خب ما در زندگی باید چه ارزش‌هایی داشته باشیم؟ مثلا ما خودمون هیچ وقت صادق نبودیم بین خودمون، هیچ وقت مثلا ادب درست یا انشالله که قسمی نیست، ولی خب بعد این طور والدین که خودشان ارزش ندارن و ارزش‌های زندگیشان معلوم نیست، بسیار سخت است که بتونن او ارزش‌ها رو انتقال بدن به فرزندان. پس در درجه اول اولین وظیفه این است که خودشان باید ارزش‌های زندگی خودشان باشن، مثلا الگوی عملی بودن. یعنی مربی خود او باید واجد یک شرایطی باشد که بتواند اونها رو به متربی یا کسی که می‌خواد آموزش بده انتقال بده. مثلا خود الان شما صداقت بیان کردین به عنوان یک ارزش، مثلا خود یک پدر و مادر مثلا صداقت نداره، طفل میبینه که دارن دروغ میگن، کوشش میکنن که این ارزش به کودکای خودشان انتقال بدن و به اونا بگن که شما باید همیشه صادق باشین. این امکان پذیر نیست، درست؟ ببینید البته آیا دو تا بحثه، یکی ما به اصطلاح میگیم که آیا درسته صحیحه که پدر و مادری که خود اینا یک ارزش انسانی رو ندارن اصرار داشته باشن که ارزش در فرزند اونها ایجاد بشه، اصرار برای داشته باشن. یکی درسته، خب طبیعتاً صحیح نیست. اینکه به عبارتی میگه که شما در قرآن هم گفته شده، خطاب حضرت سبحان هست که لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی چیزی رو میگید که خودتان انجام نمیدید؟ بله بله، تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خوبی دعوت میکنید، به نیکی دعوت میکنید، خودتان فراموش میکنید. آیا این صحیح هست یا نیست؟ قطعا صحیح نیست. اما آیا ممکن هست یا نیست؟ خان زوری امکانش وجود داره، امکانش وجود داره. چرا؟ این زمانی اتفاق میفته که محیط خانواده، ببینید ممکن است در خانواده ما، خصوصا در خانواده های فرهنگ ما که خانواده های نسبتا گسترده و کلانتر داریم، مثلا در یک خانواده مادر کلان هست، پدر کلان هست، کاکا هست، ماما هست، پدر هست، مادر هست، خواهر کلانتر و برادر کلانتر، مجموعه افرادی که کودک با اونها رفت آمد و برای تعامل نزدیک داره 12 نفرن، 11 نفرن. ممکنه در بین اینا 3 نفر از اینا بسیار بد زبان باشن، خب حرفای زشت بزنن، به اصطلاح خود ما فحش بدن. بله خب بله. حالا در کنار این 3 نفری که حرف فحش میدن دارن انتقال ضد ارزش به کودک میدن، 5 نفر دیگه بسیار خوش صحبتن، درست، بسیار خوش زبانن، بسیار مهربانن. حالا سوال اینجا، تضاد ارزشی پیش میاد. آیا این طفلی که در خانواده ای داره کلان میشه و رشد میکنه که 3 نفر، بستگی داره که آیا در فرهنگ حاکم بر خانواده او فحش دادن بد دیده می شود و این صحبت زیبا داشتن و مهربان بودن خوب جلوه می کنه. اگر خوب جلوه کنه بر اساس این که سرشت ما به سمت خوبی هست، بله، کودک به سمت کسایی که دارن خوب صحبت می کنن، اگر چه 3 نفر متاسفانه بد زبانی خودشان رو می کنن، خب ولی چون هم زمانی که 3 نفر حتی در حال بد زبانی هم هستن، 9 نفر دیگه نسبت به بد زبانی ها احساس بدی دارن. یعنی کودک می بینه که این رفتار زشته، باعث تنفر دیگران میشه. اگرچه متاسفانه ممکنه خدای نکرده مثلا پدر خانواده بد زبان باشه، این که آیا کودک از او تقلید میکنه یا از مادری که خوش زبان و مهربان هست، بستگی به این داره که آیا این بد زبانی پدر حسن و ارزش محسوب میشه یا نه ضد ارزش. متاسفانه خام زوری یک تضادی گاهی وقتا پیش میاد که ان شاءالله در برنامه آتی بوب خواهیم پرداخت. گاهی وقتا ممکنه جای ارزش ها و ضد ارزش ها هم در خانواده و هم در جامعه جا به جا بشه، عوض بشه. یعنی بسیاری از موارد دیگه اتفاق فکر بکنم بسیار دیگه این گپ بسیار سنگین، بسیار سنگین تا، ولی متاسفانه حقیقت هم هست. خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ببینید آیا ما همین که الان یه مثال ساده زدم در خانواده، آیا بد زبانی پدر خانواده به طور کل بد برداشت می شود، بد دیده می شود، بد فهمیده می شود یا نه؟ میگن که ببخشید خانم زوری، متاسفانه اینو داریم در بر. میگه که مثلا فرض کنید پدر، میگه که خب پدرها بد اخلاق هستن، پدر اگر مثلا فحش نه باشه، پدر باید سیاست داشته باشه، پدر باید گاهی وقتا داد بزنه، پدر باید فحش بده، پدر اگر نزنه، اگه تنبیه نکنه، خب پدر نیست. پس این وقتی به عنوان یک ارزش قلم داد می شود، طبیعتا پسر 7 سال 8 سال، پسر نوجوان 12 13 سال به تبعی ای که این رفتار ارزش محسوب میشه در خانواده، تقلید میکنه از پدرش. بله، و او هم شبیه پدر خواهد، یک زبانی یک پدر خواهد شد و همینگونه رفتار خواهد داشت. بعد از یک وقفه همچنان همراهی کنین برنامه روشنا را و با شما خواهیم بود. آه 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 آه
سپاسگزار هستیم از همه شما عزیزان و شما هم بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و از این که بیننده برنامه هستین بسیار تشکر میکنم از همه شما هموطنان خوبم در رابطه با موضوع ارزش ها در تربیت کودکان با شما عزیزان صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم و خانم دکتر رضایی عزیز هم کارشناس امروز برنامه ما هستن و حالا بیاییم بپردازیم خانم رضایی که منشأ این ارزش ها کجا هست و چی هست و حالا خب ارزش از او رو بیان کردیم و جایگاهی او رو در خانواده گفتیم که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و جز وظیفه اصلی همه والدین عزیز هست که به این نوع تربیت حتما توجه کنن، ارزش ها رو در زندگی خودشان متوجه باشن و به خوبی اونها رو انتقال بدن. حالا منشأ این ارزش ها کجا هست؟ خب میشود گفت که ما ارزش ها رو شاید از منابع و به عبارتی میشود در حال میگفت محل نشأت اینها یا منبع اینها از منابع مختلفی. قسمت اعظم وقتی ما ببینید ما در کشوری داریم زندگی میکنیم، هموطنان عزیز ما میدانند که خب وقتی در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم طبیعتا قسمت اعظمی از ارزش های حاکم بر او جامعه ارزش های دینی هستند، ارزش های اعتقادی هستند، مثلا خداپرستی، مثلا عبادت کردن، مثلا به اصطلاح به عنوان مثال فداکاری، ایثار، انفاق، اینها ارزش محسوب می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که ما در بر مبانی اعتقادی ما اینها ارزش است. در کلام خدا به صراحت در آیات قرآن به عبارتی اینها بسیار تعظیم شده و مورد تکریم قرار گرفته و فرموده است یا ایها الذین آمنو امر کرده که مثلا نماز بخونید، زکات بدهید، انفاق کنید، خب عمل صالح انجام بدید، به پدر مادر احترام بگذارید، به دیگران کمک کنید، قرض بدهید. پس قسمتی از ارزش ها بر اساس اینکه خب ما انسان ها موجوداتی مدنی و طبیعی و در اجتماع زندگی میکنیم، وقتی حاکم به عبارتی در روابط اجتماعی ما دین قسمت اعظمی از اون به عبارتی منشأ نوع روابط ما رو تعیین میکنه، پس قسمت اعظمی از ارزش ها میشود ارزش هایی که برگرفته از اعتقادات و باورهای ما یا به عبارتی ارزش های دینی ماست. این نکته اول. نکته دوم، مبحث بعدی منشأ ارزش ها ارزش های اجتماعی هستند، نوع روابط به عبارتی افراد در جامعه. حالا یک وقتی ببینید مثلا به عنوان مثال شاید سوال بشه که خب چرا میگیم ارزش اجتماعی؟ الان یک مثال میزنم، مثلا عرف در جامعه بین الملل گفته میشه مثلا بعضی از کشورها به یک سری خصلت ها معروفن. به عنوان مثال مثلا گفته میشود که مردم جرمنی و آلمان بسیار بسیار خشک و مقرراتی هستند، خیلی منظم و منضبطن. از طرف ژاپنی ها بسیار مثلا مردم مسئولیت پذیر و بسیار فلان، مردم مثلا فلان کشوری قسمی هستند. ببینید وقتی که میگیم مردم فلان جا، یعنی داریم در این مورد یک جامعه ای که در او جامعه یک ارزشی نهادینه شده. بله، برای بله. تک تک افراد او جامعه این یک اصله و این اصل هم در جامعه به طور کل و در وقتی در نهاد کوچک جامعه خانواده ها. بله، یعنی همه افراد جامعه اصلا پذیرش داره. خب پس قسمتی دیگه ای از ارزش ها از کجا میاد؟ از دل جامعه میاد. این جامعه حالا یا جامعه مثلا فرض کنید که محلی مرزوره یا جامعه ای که بر مبنای مثلا جامعه کاری فرض بگیرید، میگین که فلان شغل این خصلت رو دارن یا فلان رفتار در بین فلانی ها مورد تایید ارزشمنده. بله. خب باز مثلا این سرخیزی، شما آیا این سرخیزی مورد تایید هست به عنوان یک ارزش رفتاری محسوب میشه؟ باز بستگی به مردم به حساب یک ارزش فرهنگی است در فرهنگ حاکم بر جامعه. آیا این رفتار مورد تایید هست یا نه؟ خب ممکنه که مثلا فرض بر مثال در بعضی جاهای ارزش نباشه. بله، بیشتر مثلا خانوادگی هم هست، نه یک فامیل مثلا فقط خانوادگی از خانواده شروع میشه ولی یک بس ارزشیش. بله. مثلا ممکنه که خام زوری، خب ما شما مثلا دیدید که در بعضی از کشورها در بعضی از شهرها مثلا در افغانستان خب بسیار نکته مثبتی است و من این را همیشه پسندیدم و مورد تایید قرار میدم که مثلا سحرخیزی و صبح زود سر کار رفتن و کاروبار کردن یکی از تقریبا میشه گفت ارزش های خیلی شایع و قابل قبول و پذیرفته و سنت رفتاری ما مردم است. خیلی هم زیباست. شما ساعت 8 صبح که بری همه جا همه مثلا دکان ها همه باز، حتی مثلا جلو مغازه ها تمیز شده، جارو کردن مرتب و این چارتشان به موقع احسن سر مثلا ساعت 12 احسن باشه. خب این دیگه میشه یک ارزش رفتاری. خب ارزش رفتاری در اون فرهنگ
حاکم بر او جامعه. پس ما میشود گفتیم مبانی یا منابعی که ما ارزش‌ها رو از اونها میگیریم دین هست، به عبارتی روابط اجتماعی هست، روابط فرهنگی هست، و نکته ای که والا لابلای صحبت ها به او اشاره کردیم، ارزش ها یکی از منابع اصلی اونها که باز بسیار هم پرقدرت است، خانواده است. همون تربیت، تربیت ابتدایی و اولیه که در خانواده شکل میگیره. چرا وقتی میگیم ابتدایی و اولیه، خب ما همیشه در خانواده هستیم، ولی بعد از اینکه مثلا طفل به سن 6 یا 7 سالگی رسید، حالا بر اساس قوانین آموزشی یک مملکت، وارد مکتب که شد، بعد دیگه قسمتی از ارزش ها مربوط به خانواده است. حالا گسترده تر ارزش هایی که توسط سیستم تعلیم تربیه او داده میشه، ارزش هایی که همسنفی های او میدن، ارزش هایی که معلم و سیستم تعلیمی به او انتقال میده، کلانتر که میشه دوستان، رفقا، به اصطلاح محیط کار، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل جغرافیایی و و خیلی چیزهای دیگه. ولی ابتدایی ترین به عبارتی مبانی و مبنا در ارزش ها رو خانواده به افراد و به صورت خاص به کودک ادال میده که اون میشود منشأ تولید ارزش ها. پس ترکیبی از همه اینها، از کوچکترین شروع کنیم به خانواده و باز خانزوری به صورت خاص تاکید میکنم در خانواده، خصوصا در فرهنگ ما که خب ما هنوز الحمدلله این سنت رو هنوز داریم که خانواده ها هنوز شکل خورده خورده تک نفره، مثلا خانواده متشکل از 3 یا 4 نفر نیست، الحمدلله خانواده ها هنوز هم 10-12 نفره یا بیشتر هستن. در فرهنگ ما باز تاکید بر خانواده می شود، به صورت خاص وقتی ما در تربیت بحث می کنیم به صورت ویژه تاکید می شود روی مادر، رابطه اولیه و نوع تعامل اولیه ای که مادر و کودک با هم دارن و مادر و طفل دارن بسیار بسیار تاثیرگذار است در ایجاد و تولید و انتقال ارزش ها، و اینکه ما ارزش رو تقویت بکنیم انشالله در طفل ما، یا اون که خدای نکرده باعث بشیم که ارزشی تبدیل به، ببخشید، به جای ارزش ضد ارزش در طفل ما باید برای همون از خانم رضایی که میگن که انتخاب همسر بسیار اهمیت دارد، چرا که خب مسلم است که آینده فرزندان و تربیت فرزندان به دست همون مادران، اصلا قدم اول از اونجا شروع بشه. بله، و برای همون هست که بسیار توصیه میشه که مادرانی انتخاب شود و کسانی را به همسری برگزینند، پدر و مادر هر دو تاثیر، هر دو تا در است. ولی خب مادر بیشتر میگه به خاطر که یک قسم که شما گفتید تربیت فرزندان به دستان مادر هست و بیشتر فرزندان در اختیار مادران هست. خب پس وقتی که از کجا نشأت میگیره، ابتدا از خانواده شروع میشه، یکم کلانتر وارد جامعه، چون کلانتر فرهنگی که در اون جامعه حاکمه، و در نهایت ارزش‌ها و باورهای اعتقادی که در سطح اون جامعه هست، میشود گفت که منشأ و منبع تولید ارزش‌ها هستند. لذا من به عنوان یک فرد رفتار من و ارزش‌هایی که من به اونها باور دارم و اونها رو پذیرفتم و در به عبارتی شخصیتم شکل گرفته و میشود گفت که من اونها رو تبارز هم میدم، بروز میدم، در اعمال و رفتارم از اونها بهره میگیرم یا اونها رو توسعه میدم و تقویت میکنم، بس یکی میداره که من کجا زندگی میکنم، تحت تربیت چه کسی هستم، با چه کسانی مراوده دارم، حاکمیت، حتی نظام و حاکمیت سیاسی و اجتماعی که من در اون زندگی میکنم به چه شکل است. چرا؟ چون تک تک اینها به نوبه خودش و به اندازه خودش رو شخصیت من و رو ارزش های من چیه تاثیر گذاره. لذا خانم لزایی یک سوال اینجا پیش میاد، یک انسان مثلا خب میگه که پس من خودم شخصا که به من ارتباط ندارم، من در یک خانواده تربیت شدیم که ارزش ها رو به من انتقال ندادن، در یک جامعه بزرگ شدیم که ارزش آنچنانی نبوده و ارزش چیزی رو به من انتقال نداده، آیا ما میتونیم اینو بگویم که خب من به یک سن هستم، جوان هستم، و من والدین من انتقال ندادن اون ارزش، پس من نمیتونم جوابگو باشم و نمیتونم بگویم که من تقصیر من نیست، مثلا من مقصر هستم چون به من انتقال داده نشده. آیا میتونیم این گپو بزنیم؟ شاید این رو بتوان در مورد یک کودک 5-6 ساله قبول کرد، ولی همون کودک زمانی که 11-12 سالگی میرسه و رشد فکری پیدا میکنه، همون به اصطلاح در انتهای دوره کودکی وقتی نوجوان میشه، 14-15 ساله میشه، همون آدم وقتی جوان میشه و 18-19 سال میشه، دیگه هم چه ادعایی از او اصلا پذیرفته نیست خانزوری. چرا؟ به خاطر اینکه درست است که خشت اول و نهاد و پایه های اولیه در خانواده گذاشته میشه، ولی همونطور که اشاره کردم از 6-7 سالگی به بعد که وارد مکتب میشیم، اونها خودشون مبانی منبع برای ایجاد و تولید ارزشان. و این که ببینید ما انسان ها موجوداتی مختار آفریده شده ایم و اختیار، به هم خاطر انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، پروردگار سبحان میگه ما راه رو به شما نشون دادیم. بله. ما خوب و بد، بعد در ادامه میفرماید اما شاکرن اما کفورا، حالا میخواهید دست خودتان است، اختیار، میخواهید شاکر باشید، شکرگزار باشید، مسیر کمال رو، مسیر حقایقت رو برید، همون مسیری که توسط انبیاء الهی به شما توضیح داد، اما کفورا، میخواهید کفران بکنید،
به عبارتی بپوشانید حقیقت رو مثلا حقیقت رو کذب جا بزنید یا اصلا کلا رو بگردانید از حقیقت دست خودتان است. لذا ببینید این که بگیم که کسی بیاد ادعا بکنه که به ما آموزش داده نشده، حالا این آموزش ده مثلا در دوره کودکی اتفاق نیفتاده، در دوره نوجوانی، تو در نوجوانی زمانی که 14 15 سال بودی، وقتی که فهم بلوغ به رشد احسن به رشد رسیدی و فهمیدی ارزش نداری، وقتی که فهمیدی نقص در وجود تو، چرا به دنبال اون نرفتی که ایجاد بکنی؟ حالا درست است که سخت هست، چرا که جزء سرشت و شخصیت یک انسان میشه بسیاری از رفتارها از همون دوران کودکی، ولی نمیتونیم بگویم که 100% نمیتونه تغییر ایجاد کنه در خودش. اصلا کلا انسان موجودی است که در تا لحظه آخر، یعنی که از ویژگی‌های منحصر به فردی که ما در روانشناسی رشد هم بحث می‌کنیم، میگیم رشد یک فرایند پویاست، پویا یعنی تا لحظه آخر. کما اینکه جمله معروف ابو ریحان بیرونی است، این که جالب است این جمله که میگه که بدانم و بمیرم، یعنی حتی در لحظه آخر اگر مقداری بر آگاهی‌های ما افزوده بشه و تغییری در ساختار شخصیتم، بدانم و بمیرم بهتر از این است که ندانم و بمیرم. لذا ببینید ما در بحث آموزش ارزش‌ها تاکید بر خانواده هست، ولی به معنای این که اگر خدا نکده به هر دلیلی از ذرال کسی در فقر بود، در فقر فرهنگی بود، در فقر اجتماعی بود، فقر آگاهی در خانواده وجود داشت و بعدی آدم زمانی که خود او آگاهی پیدا کرد نسبت به اینکه من اینا رو آموزش ندیدم، به من اینها رو یاد دادن یاد ندادن، همون زمان که میگه به من اینا رو یاد ندادن، قدم اولی است برای که انشالله خودش تلاش بکنه برای ایجاد اون. بله، تشکر، سپاسگزار هستم از خانم رضایی عزیز و انشالله در هفته های بعدی مفصلتر نسبت به همه این موضوعات صحبت میکنیم با شما عزیزان و حتما میلنی برنامه باشین. سپاسگزار هستم و آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان را از خدای بزرگ خواهیم داشت و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم